سلام گرد به شما بینندگان برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. سهیلا دانلر هستم و با همکارانم در بخش فنی برنامه امروز رو تقدیم شما عزیزان بیننده میکنم. در برنامه امروز میپردازم به اعتراضات مردم خوزستان، اخبار زندانیان سیاسی، بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه با خواست تشکیل کمیسیون مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به جرائم رئیسی به جرم جنایت علیه بشریت. بیش از 10 روز هستش که مردم به سطوح آمده در خوزستان به خیابون ها اومدن، نه تنها به بیابی بلکه به تمام فقر و فلاکت که این استان ثروتمند را به نابودی کشانده. استانی که 1/3 آب کشور رو داره، چطور میبینیم که با قحطی آب روبرو شدن؟ منطقه‌ای که پر از دکل‌های سر به فلک کشیده استخراج نفت و گاز هستش و در مقابل مردم خوزستان همچنان با گرانی و فقر و بیکاری روبرو هستند و ویرانی‌های بعد از جنگ نه تنها درست نشده بلکه جمهوری اسلامی با سیاست‌های غارتگرانه خودش این استان را به مرز نابودی کشانده و به همین دلیل مردم به خیابون‌ها اومدن و پاسخ آنها با شلیک گلوله داده شد. با وجود کشته شدن بیش از 10 نفر و بازداشتی های وسیع، این اعتراضات همچنان ادامه دارد و سر ایستا ندارد. مردم می دانند که سر و قلبشان هدف گلوله های نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار می گیره، اما همچنان در کف خیابان ها در حال اعتراضند. از دی 96، مرداد 97، آبان 98، از نیزارهای خونین ماهشهر تا خیابانهای خونین شهرهای مختلف، مردم یک صدا فریاد زدند و میزنند مرگ بر جمهوری اسلامی. مردم در دیگر شهرها از جمله تبریز، مشهد، بابادکریم، یزد، کرمانشاه، خرمآباد، تهران و دیگر شهرها از مردم خوزستان حمایت کردند و شعارهای سرنگونی جمهوری اسلامی رو میدن و همچنین در متروهای تهران شعار مرگ بر جمهوری اسلامی رو فریاد زدن. باید گفت که دیماه 96 حکم بطالت 2 جناح رژیم رو اعلام کرد. آبان 98 خواسته سرنگونی از سوی مردم در کف خیابونها داده شد. با وجود کشتارهای عظیم خاموش نشدن، بلکه همچون سونامی این بار در تابستان داغ سوزان 1400 می رود که بساط جمهوری اسلامی را نابود کنند. با هم بریم و گوشه‌هایی از اعتراضات مردم رو در تبریز و شهرهای خوزستان ببینیم. Thank you.
سلمیه چرا تیر میندازی؟ تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما و زهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمونه میخوای، هیچ بیشرفی حق نداره. اک حیوان، ما زمین نمیدیم، ما آب نمیدیم. اک هیچ زندگی حق نداره. بیشرفا زمین آب نمون. زندگی انسانی، جمهوری ایرانی. از امروز به بعد در میدان اصلی شهر جونقان من این شعار را به همه مردم ایران توصیه می کنم. کشور ما در حال فروپاشی است، ما باید به پا خیزیم. ما دیگر فرصتی برای از دست دادن نداریم. مردمان مظلوم ایران، جای کشورمان در قهقرای فقر و فلاکت فرو رفتند. مردم خوزستان ما، مردم فلاکت زده خوزستان ما چیزی برای از دست دادن ندارد. جمهوری اسلامی مردم در مناطق جنوبی ایران از طرف قشرهای مختلف کارگری، معلمان، دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران حمایت شده و همچنان ادامه داره. بیانیه‌های مختلفی از طرف فعالین کارگری، تشکل‌های صنفی فرهنگیان، کانون نویسندگان و حتی زندانیان سیاسی از داخل زندان هر روزه داره اعلام میشه. بیانیه عمومی در دفاع از مردم خوزستان از طرف 25 تشکل کارگری، صنفی، سندیکایی، ورزشکاران، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف، ندای زنان و زنان فعال تا به حال امضا کردند و این امضاها در حال افزایش هست. در این بیانیه عمومی اومده که ضمن ابراز انزجار از سرکوب مردم تشنه، با مردم مورد سرکوب شده اعلام همبستگی نموده و خود را دخیل در مبارزاتشون میدونیم.
همچنین خواهان توقف فوری سرکوب مردم، آزادی فوری بازداشتگان، تأمین آب و جبران خسارت وارده به مردم و معرفی عاملین و عاملین قتل کشته شدگان در اعتراضات اخیر خوزستان هستیم. در ادامه ما شاهد اعلام حمایت خانواده های دادخواه از جمله مادر رامین حسین پناهی زندانی سیاسی که 3 سال پیش اعدام شد، بتول حسینی مادر زندیات، بهنام محجوبی مادر امیر حسین زارزاده از کشته شدگان آبان، شهین مهینفر مادر امیر ارشد تاجمی، مادر پژمان قلی‌پور، مادر نوید بهبودی، مادر علیرضا انجبی و ده‌ها خانواده اعتراضات آبان ماه و همچنین زندانیان سیاسی از داخل زندان پیام‌های صوتی و نوشتاری دادند، از جمله شاپور احسانی راد از تهران بزرگ، مهدی مسکین نواز، علی نوریزاد، مسعود وظیفه، سهیل عربی و همچنین حسن صادقی، سعید اقبالی، مطلب احمدیان، سعید ماسوری و محمد علی منصوری، زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج. اینها اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، چه به صورت نوشتاری چه به صورت پیام گفتاری و حمایت خودشون رو از مردم اعلام. در اینجا بریم بشنویم پیام شهین مهینفر و همچنین قسمتی از پیام سهیل عربی زندانی سیاسی از زندان تهران بزرگ. من مادر امیر ارشد تاجمیر هستم، جوان 25 ساله دانشجویی که عاشورای سال 88 به جرم انسانیت 3 بار به وسیله دو خودروی دو کابینه نیروی انتظامی که از روش رد شد له شد. به عنوان یک مادر داغدار دادخواه ابراز همدردی و همدلی میکنم با تمامی مادرانی که به تازگی به جنبه ما پیوستند در خوزستان کشتن. یادم میاد یکی از پسرهای نازنینم سعید نوشته بود برای مبارزین خوزستان جلیقه ضد گلوله بفرستید. گفتم سعید جان، جوانهای مبارز خوزستان به جلیقه و آب معدنی احتیاج ندارند، به دلیل اینکه جانیان بلیفتره جمهوری اسلامی فقط مغزشون رو نشانه میگیره. امروز هم میخوام بگم من هم یک خوزستانی هستم، یک خوزستانی تشنه، یک خوزستانی گرسنه، یک خوزستانی خشکسالی زده که در نهایت ثروت به تهیدستی رسیدم. همدردی من رو پذیرا باشید و بدونید دل من در خلوت برای مظلومیت شما هموطنان خوزستانی گریه میکنه. آمده و تحت ستم رهایی از ستمگری و ستمگران را میخواهند. مردم سرنگونی رژیم جور و جهل را میخواهند. کف خواسته های مردم سرنگونی رژیم فاسد بیرانگر و ظالم آخوندی است. هر کس صدای مردم را نشنیده بگیرد، هر کس این جنایت ها را ندیده بگیرد، همدست با این خون آشامان است. گوش کن، گوش کن. توان زندان برقرار شده، توان گیرنده زندانی گوش کن، گوش کن. فریاد می زند تشنم و به جای باز پس دادن آب جهد اوست، با گلوله قلبش را سوراخ می کند. نگاه کن، ببین کسانی که تشن لبان را هدف گلوله هایشان قرار می دهند همان شیادان دین فروشی هستند که پول های هنگفت می گیرند تا روزی تشن لبان کربلا را عرض بزنند. ببین زمین سرخ شده از خون مردمی که زندگی خواستند و
جز تیر پاسخی نگرفتند. تیر، تیر، تیر. دیروز تیر و موشک های صدام، امروز زندان باتون و تیرهای خامنه ای، شیبان، اعدام، گلوله، شیبان، اعدام، گلوله. این بود تمام آنچه بر ما گذشت، گذشت، با حبس و تیر گذشت، ولی ما نمیگذریم، گذشت ولی ما نمیگذریم. ما به خونخواهی فرزندانمان تا سرنگونی رژیم خوناشام میجنگیم و بدانید که این انتفاضه به انقلاب ختم میشود. تمام ما زندان برقرار شده. قبول گیرنده زندانی می باشه. این به پاخیزی، این به پاخیزی تنها یک پایان دارد و آن رهایی است. رهایی از سانترالیست، فاشیست، کاپیتالیست، توکراسی و دیگر هم نسانش. حکومت مرکزی نمی خواهیم. استبداد و اقتدارگری نمی خواهیم. سرکوب و کشتار نمی خواهیم. شیادان دین فروش، توزیع ناعادلانه ثروت نمی خواهیم و از تبعیض، از نابسامانی، از جور و جهل به جان آمده ایم. فقط یک خواسته داریم که آن زندگی است. یک زیست طبیعی. زیست طبیعی یعنی آزادی، کرامت انسانی، عدل و برابری. زیست طبیعی یعنی پاسخ من تشنم گلوله نیست. گوش کن، گوش کن. امروز شرافت فقط این گونه اثبات می شود. امروز شرافت فقط این گونه معنا می شود. با سرنگون کردن این هیولا که خود را نظام اسلامی می نامد. الشعب یرید اسقاط النظام. عزیزانی که الان به ما پیوستین، شما بیننده برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. فقط 9 روز از اعتراضات مردم در خوزستان گذشته بود که در تورنتو کانادا روز جمعه 23 جولای اول مرداد بیشتر از 1500 نفر از احزاب، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و تعدادی از نمایندگان پارلمان‌های استان آنتاریو و پارلمان کانادا و همچنین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در حمایت از خیزش مردم در استان خوزستان شرکت کردند. من به عنوان سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در این گردهمایی صحبت کردم. توجه شما را جلب می‌کنم به این سخنرانی. که اینجا هستید و صدای آزادی خواهی و صدای مردم خوزستان هستید. امروز در کانادا در شهر اتاوا ما هر کجا که هستیم باید صدای تک تک تمام تورنتو ببخشید، صدای تک تک تمام کسانی که در ایران معترض هستن به جمهوری اسلامی، ما صدای اونا هستیم. جمهوری اسلامی مردم خوزستان رو در طی هفته گذشته به گلوله بسته در خیابان‌ها به جرم صدا کردن، به جرم اینکه طالبانشون هستن. خوزستانی که یکی از ثروتمندترین استان‌های ایران از لحاظ آب، یک سوم آب کشور میره به رودخانه‌های خوزستان و الان ما شاهدی هستیم که خوزستان در بی‌آبی به سر می‌بره. شاهد خوش شدن همیشه هستیم، شاهد این هستیم که مردم رو بخاطر حقوق اولیه‌شون به گلوله می‌بندن. و خیلی خنده داره که شهردار خوزستان میاد میگه تمام این اعتراضات دروغه. جمهوری اسلامی به راحتی انکار میکنه همه چی رو، به راحتی میاد میگه همه اینا دروغه، جهله. آیا کشته شدن جوان ها در خیابان های خوزستان، سوسنگر و شهرهای دیگه دروغه؟ الان جا یه فیلتر دوست من نفهم یه نزیدتر. اینا فقط تعدادی از اکسای کشته شدگان چند روز اخیر در خوزستان به خاطر مطالبه اکسای دایدنی حقشون یعنی آب. وظیفه ما که به عنوان معترضین، به عنوان مخالفین رژیم، به عنوان کسایی که 42 ساله سرکوب، اعدام، زندان، شکنجه رو دیدیم اعتراض کنیم در هر کجا که هستیم. ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی دم از حقوق بشر بزنیم.
جایگزین خودش کرده اجهی یک قاتل دیگه این مذهب به مذهب رسوده و داره دفاع میکنه از کشتار مردم. جمهوری وقاحت اسلامی، ما اجازه نمیدیم. الان تمام شهرها خوزستان تنها نیست. اگه نگاه کنیم تمام شهرها دارن به خوزستان میپیوندن، دارن بر علیه جمهوری اسلامی حرکت میکنن. این حرکت البته جدیدی، ما از 96، از ده 96 تا مرداد 97 تا آبان 98 و الان تیر ماه 1400 میبینیم که جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی شروع شده و در ادامه پیدا میکنه. و این جنبش سر ایستگاه نداره، این جنبشیه که داره پیش میره بر سرنگونی جمهوری اسلامی. هیچ شکی وجود نداره دیگه، نه جناح اصلاح طلب وجود داره، نه جناح اصولگرا. و ما از شما عزیزان تک تک میخوام که این بیانیه رو امضا کنید، برید و حمایت کنید از خانواده های دادخواه، از جنبش سرنگونی طلبی که در ایران الان داره به پیش میره حمایت کنید. ما از شما میخوایم که به ندای اونا و اونا رو حمایت کنید و برید و برید این بیانیه رو امضا کنید، چرا که این بیانیه ترجمه میشه و مستقیما به دست سازمان ملل میرسه که رسیدی کنه که به جنایت رئیسی به عنوان قاتل و به عنوان کسی به جرم جنایت علیه بشری. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. در ادامه برنامه همکارم نگار نادری رو همراهمون داریم تا اخبار زندانیان سیاسی رو بشنویم. ممنون سهیلا. با سلام به شما همراهان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من نگار نادری، خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت را به اطلاع شما میرسانم. با انتشار تصویر از بکتاش آبدین، عضو کانون نویسندگان ایران، روی تخت بیمارستان با لباس راه راه زندان و پاهایی که با زنجیر بسته شده بودند، واکنش‌های خشم‌آلود، اعتراضی و ناباورانه فعالین را برانگیخت. این عکس که نخست در توییتر محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، منتشر شده بود، در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد. کانون مدافعین حقوق بشر با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن ابراز نگرانی از برخوردهای صورت گرفته با مردم معترض به بی‌آبی توسط مأموران امنیتی، خواستار جلوگیری از تداوم سرکوب مردم معترض شدند. روز شنبه 26 تیر 1400 دادگاه تجدید نظر سامان کریمی، زندانی سیاسی که پیشتر به اعدام و 11 سال حبس محکوم و حکمش توسط دیوان عالی لغو شده بود، برگزار و بر طبق حکم صادره توسط شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان جمعاً به 9 سال حبس محکوم شد. روز سه‌شنبه 29 تیر 1400 در جریان تجمع و راهپیمایی تعدادی از فعالین سیاسی در حمایت از مردم خوزستان مقابل وزارت کشور، تعدادی از آنان از جمله نرگس محمدی، آرش صادقی، آرش کیخسروی، روح الله مردانی، جعفر عظیم‌زاده، رسول بداغی، پوران ناظمی، حمید آصفی و بهزاد همایونی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. بازداشت این شهروندان با خشونت همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است. طبق اخبار رسیده این فعالین آزاد شدند. بنابر اخبار و گزارشات رسیده، حکم یک بار اعدام یوسف مهرداد، سه بار اعدام سعدالله فاضلی،
به اتهام توهین به مقدسات و صعب النبی به تایید دیوان عالی کشور رسید. این دو زندانی عقیدتی مکررن توسط مقامات قضایی و امنیتی تهدید شدند. از جمله این مقامات معاون دادستان استان مرکزی به نام داوودی بوده که در چند روز گذشته در برخوردی تهدیدآمیز با یوسف مهرداد و سعدالله فاضلی خطاب به آنها گفته است که من خودم به دلیل اینکه به پیامبر توهین کرده اید شما را اعدام خواهم کرد. در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان، زندانیان سیاسی سهیل عربی، ناصر فهیمی، نسرین ستوده، شاپور احسانی راد، مهدی مسکین نواز، مسعود وظیفه، علی نوریزاد و تعدادی دیگر واکنش نشان دادند. همچنین علی نوریزاد در همین رابطه دست به اعتصاب قضا زده است. به دلیل شیوع گسترش کرونا در بند زنان زندان اوین، گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری و زندانی سیاسی به کرونا مبتلا شد. همچنین زینب همرنگ، سپیده کاشانی، عالیه مطلب‌زاده، زهرا جمالی و مژگان کابوسی در زندان اوین در پی ابتلا به کرونا و وضعیت نامناسب جسمی به مرخصی اعزام شدند. با تشکر از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی، در ادامه با سهیلا دالوند خواهیم بود. ممنون از گزارشتون. برنامه را ادامه میدیم بعد از شنیدن یک موزیک. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on met cher compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. در این قسمت می‌پردازم به بیانیه‌ای که بیش از 600 نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، زندانیان سیاسی، فعالین مدنی و سیاسی از ایران با خواست تشکیل کمیسیون مستقل شورای حقوق بشر جهت بررسی
شکایت علیه رئیسی به عنوان یکی از عاملین و عاملین سرکوب، زندان، شکنجه و قتل عام فعالین در دهه 60 و قتل رساندن بیش از 1500 نفر از معترضین آبان ماه، سردرگم کردن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین آن که مصداق جنایت علیه بشریت هست می‌پردازند. این بیانیه را شما میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام، آدرس‌های تماس میتونید امضا کنید. مهلت برای امضا تا آخر جولای برابر 9 مرداد ماه هستش. از شما می‌خوایم که به آشنایان، نزدیکان خودتون این بیانیه رو معرفی کنید و او رو امضا کنید و از این بیانیه حمایت کنید، چرا که با این حمایت کردن از بیانیه ما میتونیم رئیسی رو به عنوان قاتل، به عنوان کسی که جزء هیئت مرگ بوده، کسی که بوده که سالیان سال در قتل عام مردم دست داشته، به دادگاه بین المللی بکشونیم و به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کنیم. با هم کلیپی رو که فعالان کمیته در حمایت از این بیانیه درست کردن رو ببینیم. کیفرخواست ما علیه ابراهیم رئیسی و جمهوری اسلامی به خاطر قتل عام و نسل کشی در دهه 60، به خاطر به گلوله بستن مردم و به قتل رساندن بیش از 1500 نفر از معترضین آبان 98، به خاطر به گلوله بستن مردم در نیزارهای خوزستان، به خاطر شلیک به هواپیمایی اوکراینی و به قتل رساندن 176 سرنشین آن، به خاطر اعدام نوید افکاری، روح الله زم، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و اعدام صدها زندانی سیاسی دیگر طی 4 دهه عمر جمهوری اسلامی، به خاطر دستگیری، شکنجه و زندان فعالین و معترضین، به خاطر به قتل رساندن زندانیان با محرومیت از دارو و درمان، به خاطر ترور مخالفین رژیم در داخل و خارج از کشور، خاطر صدور احکام شلا و وثیقه در بیگروهان گرفتن فعالین، به خاطر سرکوب کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان، به خاطر کشتن کولبران و سوختبران، به خاطر فقر، تفاول و غارت مردم، به خاطر سرکوب و تبعیض جنسیتی علیه زنان، خاطر سرکوب، شکنجه و اعدام دیگر باشند، خواهان رسیدگی به جنایات رئیسی و پیگرد و دستگیری او به جرم جنایت علیه بشریت. از شما دعوت می‌کنیم که از بیانیه‌ای که کیفرخواست خانواده‌های دادخواه علیه ابراهیم رئیسی و جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت است حمایت کنید. این بیانیه را امضا کنید و برای دوستان و آشنایانتان جهت امضا ارسال کنید. به انتهای یکی دیگر برنامه‌هامون رسیدیم. با تشکر از همراهی شما عزیزان، اما قبل از پایان برنامه توجه شما رو جلب میکنم به راه تماس با ما. منتظر نکات و پیشنهادات شما هستیم. تا برنامه دیگر از برای آزادی زندانیان سیاسی، با امید روزهای روشن و مملو از خبرهای خوب.